سلام، تو این ویدیو قراره راجع به این موضوع صحبت کنیم که چرا باید رزمی یاد بگیریم یا اینکه اصلا باید رزمی یاد بگیریم یا نه. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید، اونو لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید. یادتون نره که پیج ما رو هم دنبال کنید. خب سوال اولی که وجود داره اینه که آیا باید رزمی یاد بگیریم یا یاد نگیریم؟ ببینید دوستان، شما فارغ از جنسیتی که دارید، چه خانوم باشید چه آقا، خیلی وقتا ممکنه براتون پیش اومده باشه که تو خیابون لازم شده از خودتون دفاع کنید، یا موقعیتی پیش اومده که جون عزیزاتون در خطر بوده که امیدوارم هیچ وقت براتون اتفاق نیفته و لازم بوده که شما یه حرکتی انجام بدید و از عزیزتون دفاع کنید. حالا در مراتب بالاتر ممکنه مثلا خفتگیری اتفاق بیفته، موضوعی پیش بیاد که لازم باشه از خودتون دفاع کنید. پس شما نیاز دارید تا یه حدی ورزش‌های رزمی رو بلد باشید و بهتره که بلد باشید. و حالا که قرار یه سبک رزمی رو یاد بگیرید، دنبال سبک‌هایی برید که تو خیابون کاربرد داشته باشن. خیلی رک بهتون میگم بچه، خیلی از سبک‌های رزمی تو خیابون فایده‌ای ندارن، یعنی شما تکنیک‌ها و حرکاتی که یاد میگیرید توی خیابون به دردتون نمیخوره، یعنی اگه درگیری به وجود بیاد اون تکنیک به دردتون نمیخوره یا اون ضربات به دردتون نمیخورن، آسیب زننده نیست در حدی که بتونید از خودتون دفاع کنید، یه جورایی بیشتر نمایشیه. پس دنبال سبک‌هایی برید و تکنیک‌هایی رو یاد بگیرید که قابلیت اجرا توی خیابون هم داشته باشد. حالا شما سبک رزمی رو یاد گرفتید. اگر بخواید وارد اون سبک رزمی بشید و توی مسابقات شرکت کنید، یه نکته‌ای رو بهتون بگم بچه‌ها، بدون ترس توی مسیری که دارید میرید حرکت کنید. به هیچ وجه نترسید. میدونم شرایط سخته، میدونم ممکنه با حریف تمرینی مبارزه کنید که بهتون استرس وارد شه، میدونم ممکنه آسیب ببینید، کتک بخورید از حریفتون. ایرادی نداره بچه‌ها، دووم بیارید، دووم بیارید و مطمئن باشید یه روزی به یه حدی میرسید که شما الگو میشید توی باشگاهتون. حالا باز مراتب بالاتر و مبارزه کردن و مسابقه دادن، بچه‌ها همیشه نکته‌ای که من به شاگردان میگم، میگم هر کسی یه نقابی روی صورتش داره. اون نقاب ممکنه باعث ترس توی وجود شما شه. اون نقاب رو توی صورت طرف خورد کنید. نشون بدید که کی هستید. مبارزه با حریفاتون رو قبل از مبارزه کردن ببرید. ترس رو توی چشمای حریفاتون ببینید. حواستون باشه بچه ها، همه یه چیزی که میتونه شما را برنده کنه روحیه شماست، چیزیه که توی ذهن شماست. هیچ چیزی نمیتونه شما را محدود کنه جز ذهن خودتون. ذهنتون رو در اختیار بگیرید، تمرین کنید و مطمئن باشید به اون چیزی که میخواید میرسید. ممنون که تا آخرین ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم همیشه پیروز و سربلند باشید.